با عرض سلام خدمت تمامی همراهان سازمان مهاجرتی پرشین مایگرنت. ما در این ویدیو می‌خوایم در مورد مزایای کلی اخذ ویزاهای بیزینسی در زیرشاخه‌های نوآوری، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری کشور استرالیا صحبت بکنیم. مزیت اول این ویزاها عدم وجود محدودیت سن است. شما در بسیاری از این ویزاها و در شرایطشون می‌بینید که سقف سن 55 سال معرفی شده. اما اکثر ایالات استرالیا با شرایط خیلی ویژه‌ای برای افراد بالای 55 سال رو هم امکان اخذ این ویزا رو گذاشتن. حالا این شرایط میتونه بالاتر بودن میزان سرمایه‌ای که باید با خودشون ببرن باشه، یا میتونه استخدام افراد بیشتری در اون بیزینس باشه، و یا ارائه یک بیزینس پلن خاص باشه. مزیت دوم این ویزاها عدم نیاز به داشتن نمره زبان خاصه. در این ویزاها در هیچ کجا نمره زبان شرط نشده. البته وجود نمره زبان میتونه به سطح امتیازات و سرعت اخذ دعوتنامه کمک بکنه، ولی اصولاً شما نیازی به ارائه نمره زبان خاصی ندارید. در قانون کلی استرالیا برای اخذ هر گونه ویزای اقامت دائم یا ویزاهای موقتی که میتونن به اقامت دائم ختم بشن، نمره اوورال 4.5 آیلتس یا معادل اون در باقی آزمون‌های مورد تایید استرالیا شرط شده. ولی اگر فرد متقاضی حتی اون نمره اوورال 4.5 رو هم نتونه ارائه بده، مبلغ مصوبی رو میتونه پرداخت بکنه که به ازای اون در خاک استرالیا در کلاس‌های زبان شرکت بکنه. یکی از بزرگترین مزایای این ویزاها اینه که تا زمانی که شما ویزاتون رو اخذ نکردید و وارد خاک استرالیا نشدید و تحقیق و تفحص انجام ندادید، دلاری جابجا نمی کنید. جابجایی سرمایه بعد از اخذ ویزا اتفاق می افته. یکی دیگر از مزایای این ویزاها کنترل کامل شما بر روی سرمایه تونه. کشور استرالیا شما رو در ارائه بیزینس پلان و زمینه‌ای که دوست دارید توش سرمایه گذاری و کار بکنید کاملا آزاد گذاشته و شما بر روی سرمایه خود به صورت کلی کنترل و استقلال کافی دارید. در تمامی ویزاهای سرمایه گذاری کشور استرالیا، اخذ اقامت دائم و شهروندی استرالیا در صورت رعایت شرایط قطعی است و هیچ کدوم از این ویزاها به صورت موقت نیستند. شاید بتونم بگم خاص‌ترین ویژگی این ویزا اینه که زمانی که شخص موفق به اخذ دعوتنامه و ویزا میشه، همزمان با خودش همسر و تمامی فرزندان زیر 23 سال هم این ویزا را دریافت می‌کنند و بعد از ورود به خاک استرالیا تمامی افراد خانواده به صورت نامحدود اجازه کار و تحصیل دارند.